سری FE یا همون فن ادیشن سامسونگ همیشه جزو گوشی‌های محبوب بوده. اخیراً S24 FE معرفی شده، گوشی جدید و جذاب سامسونگ که یه قاتل پرچم‌دار به حساب میاد و توی این ویدیو یه نگاهی می‌خوایم بندازیم به مشخصاتش، امکاناتش رو بررسی بکنیم و همین که ببینیم نسبت به نسل قبلش یعنی S23 FE چه تغییراتی داشته. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و با این گوشی جذاب بیشتر آشنا بشید. رفقا سلام، من محمد یزدانی هستم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگه از اپ کاربردی. توی این ویدیو یه فرست ایمپرشن داریم از گوشی جدید و جذاب سامسونگ یعنی گلکسی S24 FE. بی معطلی بریم سراغ این گوشی جذاب و از طراحیش بررسیمون رو شروع می‌کنیم. طراحیش عوض نشده، یه سری تغییرات داشته که خیلی جزئیه، بهشون اشاره می‌کنم، اما کلیات طراحی همون طراحی S23 FE که توی خیلی از گوشی‌های دیگه سامسونگ هم دیده میشه، از جمله A55 و A35 توی میان رده‌ها و از جمله S24 پلاس مثلا توی سری‌های پرچم‌دار. سه تا دوربین به صورت عمودی پشت قرار گرفتن و متریال هم فوق‌العاده با کیفیت. تفاوتش نسبت به S23 FE اینه که ساختش فلت شده، کلا طراحیش فلت شده، لبه‌هاش تخت شده، مشابه اون چیزی که توی S24 پلاس داشتیم یا مثلا توی پایین رده طرح‌ها توی A55 و A35 هم داشتیم. اگر که طرفدار گوشی‌های فلت هستید مثل من، این گوشی جذابیت خاص خودش رو توی این بخش داره. این از این متریالم که بهتون گفتم. S23 FE رو که من توی دستم گرفته بودم قبلا و بررسیش کردم، فوق‌العاده متریال جذابی داره. وقتی که توی دستتون میگیرید کاملا حس یه پرچم‌دار رو ازش میگیرید. S24 FE هم دقیقاً به همین شکله، پنل پشتی شیشه‌ایه، پنل جلویی هم شیشه‌ایه و دور گوشی هم یه آلومینیوم جذاب به کار رفته که واقعاً حس خیلی خوب بهتون میده. فقط نکته‌ای که وجود داره در مورد اون تخت شدن اطراف گوشی و فریم گوشی، باید بگم که ممکنه یکم بد دست شده باشه نسبت به نسل قبل‌ترش، که این مسئله کلا در مورد گوشی‌های تخت همیشه هست و من همیشه میگمش، به خصوص اگر که گوشی یه مقدار بزرگ باشه ابعادش، که این گوشی هم دقیقاً همینطوره، ابعادش هم یکم نسبت به نسل قبلی بزرگتر شده و 6.7 اینچه. S23 FE 6.4 اینچ بود. هم پنل پشتی و هم پنل جلویی با گوریلا گلس محافظت میشن. پنل پشتی با گوریلا گلس 5 و پنل جلویی یعنی نمایشگر با گوریلا گلس ویکتوس پلاس که محافظ کاملا قدرتمندی هم هست و جزء آخرین محافظها یعنی به روزترین محافظهایی که شرکت کورنینگ میزنه واسه هوشی‌های هوشمند. در مورد آپشن های دیگه که تو بخش طراحی هست، باید بگم که جک هدفون که نداریم توی این گوشی، توی نسل قبلی هم نبود، پشتیبانی از کارت حافظه نداریم، دو سیم کارت هم هست، البته نه توی همه نسخه هاش، و اینکه IP68 هم داره، یعنی اینکه کاملا ضد آب، تا عمق 1.5 متری آب میتونه به مدت 30 دقیقه دووم بیاره. در مورد این گواهی IP من قبلا یه ویدیو گذاشتم، کارتشو اینجا میذارم که این IP به چه معناست، اون 68 به چه معناست و کلا یه گوشی چطوری ضد آب میشه. میتونید برید سراغ این لینکی که گذاشتم و اون ویدیو رو ببینید، بیشتر مطلع بشید از این قضیه. وزنش هم 213 گرمه که یه کوچولو افزایش داشته نسبت به نسل قبلش و نمایشگر هم که تو پنل جلویی هست حاشیه‌اش کمتر شده، خبری از اون حاشیه‌ای زیاد S23 FE نیست و اینجا 88% از پنل جلویی به نمایشگر اختصاص پیدا کرده، ولی هنوز یکم زیاده به نظر من در واقع حاشیه‌ای نمایشگر و باید کمتر میشد که سامسونگ این کارو نکرده. دوربین سلفی هم توی پانچ هول اون بالا قرار گرفته. بریم سراغ نمایشگر که اینجا تفاوتی نداشتیم نسبت به نسل قبل. همون نمایشگر S23 FE تقریبا با همون مشخصات اومده توی S24 FE هم کپی پیست شده. یه نمایشگر داینامیک امولد 2X داریم که خیلی با کیفیت، HDR 10 پلاس رو پشتیبانی میکنه و 120 هرتزی هم هست، خیلی نرم و روونه. روشنایی یه مقدار بیشتر شده نسبت به نسل قبل و رسیده به 1900 نیت، البته توی حالت خودکار، و اینکه حاشیه‌اش یه مقدار کمتر شده، تو بخش طراحی اشاره کردم، و گوریلا گلس ویکتوس پلاس هم محافظ صفحه نمایشه. محتوای بصری رو بهترین کیفیت میتونید ببینید، فول اچ دی پلاس و میتونید فیلم ببینید، حسابی لذت ببرید، واسه بازی هم خیلی مناسبه، نرم و روونه، 120 هرتز و خلاصه میتونید حالش رو ببرید. کیفیت نمایشگر فوق‌العاده است و عالیه، ولی پیشرفتی نسبت به نسل قبلش نداشته. نکته عجیب در واقع اینجاست که درست نمایشگر خوبیه، ولی خب چرا واقعا سامسونگ ارتقا نداده زیاد نمایشگر رو؟ میتونست رزولوشن رو بیشتر بکنه، میتونست تراکم پیکسلی رو بیشتر بکنه، فقط اومده یه ذره سایز رو بیشتر کرده و حاشیه‌ها رو کمتر کرده، اتفاق خاص دیگه‌ای هم نیفتاده به جز روشنایی. البته همین نمایشگر پکیجش همینه، فوق‌العاده البته با کیفیت و واقعا میتونه راضیتون بکنه. بریم جلوتر، برسیم
میرسیم به بخش پردازنده که اینجا هم دقیقا داستان نمایشگر تکرار شده. البته پردازنده رو ارتقا داده ولی خب تفاوت زیادی با اگزینوس 2200 S23FE نداره. یه تراشه 4 نانومتری اگزینوس 2400E به عنوان پردازنده مرکزی توی S24FE شرکت سامسونگ به کار برده که عملکردش خیلی خوبه و فوق‌العاده است و میتونه بازی‌های سنگین رو واسهتون اجرا بکنه، فعالیت‌های سنگین رو میتونه بدون لگ و باگ اجرا بکنه. از این بابت نگرانی وجود نداره ولی خب بازم میتونست ارتقا بده و پردازنده قوی تری بذاره روی این گوشی جدیدش. نمیدونم چرا سامسونگ این کارو کرده. البته خب ما داریم در مورد یه قاتل پرچمدار صحبت میکنیم و شاید نباید انتظار بیشتری داشته باشیم از این گوشی. این تراشه اگزینوس 2400E 10 هسته‌ایه و معماری جدیدی داره، 4 نانومتری هم هست بهتون گفتم و سرعت پردازش هسته مرکزیش هم 3.11 گیگاهرتز که پایین نیست ولی بالا هم نیست، یعنی کاملا متوسطه. امتیاز آنتوتوش هم بهتون بگم، اگر با تست آنتوتو آشنا هستید، از تست آنتوتو امتیاز حوالی 1.300.000 رو دریافت کرده. الان تو همین برهه‌ای که من دارم در موردش صحبت می‌کنم، در مورد این گوشی، مثلا شیائومی گوشی زده 14 تی با تراشه دایمنسیتی 8300 اولترا که امتیازش خیلی بیشتر از اینه و قیمتش هم همین حوالیه، حتی کمتر. واسه چی باید سامسونگ این کارو بکنه؟ نمیدونم. حتی میتونست از مثلا اسنپ دراگون 8 نسل 2 هم استفاده بکنه. البته بهتون گفتم با همه این صحبتایی که کردیم در مورد پردازنده، پردازنده قوی داره. حتی همون اگزینوس 2200 که توی S23FE هم بود که پردازنده سری S22 اولترا بود، پرچمدار 2 سال قبل سامسونگ، میتونست از پس خیلی از کارها بر بیاد. حتی رو همین پردازنده اگزینوس 2400E هم شما میتونید حساب بکنید واسه بازی‌های سنگین. گنشین ایمپکت رو به راحتی میتونه واسهتون اجرا بکنه ولی خب سامسونگ گفتم باز میتونست بهتر عمل بکنه با توجه به اینکه داریم در مورد یه قاتل پرچمدار صحبت میکنیم. وای فای نسل 6 ای رو داره، بلوتوث نسخه 53 رو داره، پکیج سنسورها تقریبا کامله، حسگر اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر داریم. در مورد انواع حسگر اثر انگشت هم یه ویدیو گذاشتم، اگر میخواین آشنا بشید باشون و انواع حسگر اثر انگشت رو بشناسید این ویدیو رو ببینید، بالا لینکش رو میذارم. ببینید اپتیکال چیه، اولتراسونیک چیه، خازنی چیه، همه اینا رو اونجا گفتم، برید سراغش و حتما ویدیو رو ببینید. بریم یه مقدار در مورد قابلیت‌های نرم افزاری صحبت بکنیم. با اندروید 14 و وانیو 6.1 این گوشی میاد توی بازار. آخرین آپدیت نرم افزاری اندروید و سامسونگ رو داره و طبق ادعای سامسونگ تا 7 سال هم آپدیت های اندروید رو دریافت میکنه. البته شاید بعد از 5 6 سال دیگه این ادعای محو بشه، یه جورای دیگه بزنن زیر این ادعای، چون شاید نکشه واقعا تا 7 سال. ولی خب ادعایی که اخیرا سامسونگ هم میکنه، در مورد سری فولدش هم این ادعا رو کرده بود که 3 ماه پیش اومد و معرفی شد. باید ببینیم که واقعا این اتفاق میفته یا نه. و کل قابلیت های هوش مصنوعی داریم، گلکسی ای آی رو داریم، شما میتونید توی این گوشی عکس بسازید واسه خودتون، ایموجی بسازید، توی فیلم برداری کلی هوش مصنوعی میاد به کمکتون، میتونید ترجمه بکنید، ترجمه همزمان داره، خلاصه سازی متن ها رو میتونید با هوش مصنوعی انجام بدید و سرچ تو سرچ هم هست که من قبلا در مورد زیاد صحبت کردم، واسه سرچ تصاویر خیلی بهتون کمک میکنه، سرچ تصویری در واقع. یه ویدیو کامل من قبلا ساختم در مورد این سرکل تو سرچ که توی وانیوی 6.1 اومد و رسید به دست کاربران، فوق العاده قابلیت جذابیه، لینکش رو اینجا میذارم، برید اون ویدیو رو ببینید در مورد وانیوی 6.1. اتفاقا اون ویدیو رو با S23FE هم ضبطش کردم. تا اینجای کار نظرتون رو در مورد این گوشی میخوام بدونم. راجع به پردازنده، نمایشگر و طراحی صحبت کردیم، نظرتون رو برام بنویسید، بنویسید که به نظرتون چطور گوشی و چقدر تغییراتش مثبت بوده به نظرتون، آیا ارزش خرید داره با توجه به این امکانات یا نه. ضمن اینکه ویدیو رو حتما لایک بکنید، سابسکرایب بکنید اگر تا الان عضو کانال نشدید و بپیوندید به کانال اپ کار بودی، اینجا خیلی به هممون خوش میگذره، هم به من هم به شماها. بریم سراغ بخش دوربین. پکیج دوربین ها رو اصلا دست نزده، یعنی اگر که یه اندک تغییراتی توی نمایشگر و توی پردازنده ایجاد کرده، توی قسمت دوربین اصلا هیچ تغییری ایجاد نکرده و دقیقاً همون سه تا دوربینی که توی S23FE بود اینجا ما توی S24FE هم داریم. یه لنز اصلی که 50 مگاپیکسلیه و واید لرزشگیر OIS داره، سیستم تشخیص فاز چند جهته داره، یه لنز 8 مگاپیکسلی تلفوتو با زوم 3x و در کنارش یه لنز 12 مگاپیکسلی اولترا واید. عملکردش دقیقاً مثل همون S23FE، اتفاق خاص دیگه‌ای نیفتاده، فقط دوربین تلفوتو لرزشگیر داره، عکسای به شدت جذابی با زوم 3x میتونید باهاش بگیرید. جزئیات خیلی خوبن توی عکس‌ها، داینامیک رنج و وایت بالانس خیلی خوبن، کنتراست خیلی خوبی دارن. ضمن اینکه با دوربین اصلی میتونید با کیفیت 8K 24
فریم بر ثانیه و 4K 30 و 60 فریم بر ثانیه هم فیلم برداری بکنید که دقیقاً همین آپشن‌ها رو ما توی S23 FE هم داشتیم. تغییر خاصی نکرده. ای کاش سامسونگ یه ذره ارتقا میداد دوربین‌ها رو، مثلا از لنز 10 مگاپیکسلی تلفوتو استفاده می‌کرد یا لنز 48 مگاپیکسلی اولترا واید رو می‌آورد، اما خب تصمیم گرفته که این تغییرات رو ایجاد نکنه و دست به پکیج دوربین نزنه. بریم سراغ بخش آخر که میرسیم به پکیج باتری این گوشی. سامسونگ یه مقدار ارتقا داده باتری رو، ولی واقعا گند زده به نظرم. باتری گوشی S23 FE 4500 میلی آمپر ساعت بود که واقعا خوب نبود، یعنی توی استفاده روزمره هم کم می آورد. فقط 200 میلی آمپر ساعت سامسونگ بدون اینکه خندش بگیره اضافه کرده به ظرفیت اون باتری و آورده یه باتری 4700 میلی آمپر ساعتی واسه یه قاتل پرچم‌دار گذاشته توی این گوشی که کاربرها استفاده بکنن و قطعا کم میاره. حتی اگر توی استفاده روزمره هم یکم بخواید سنگین باش کار بکنید، قطعا در طول روز دو بار باید شارژش بکنید. آداپتورم که توی گوشی نیست فست شارژ 25 وات رو پشتیبانی میکنه که خودتون باید 1 میلیون تومان براش جداگونه هزینه بکنید و توی یک ساعت و نیم گوشی رو فول شارژ بکنید که این افتضاحه واسه سال 2024 که نمیدونم سامسونگ کی میخواد از خر شیطون بیاد پایین. الان گوشیای شیائومی هستن آداپتور 20 وات دارن که توی 20 دقیقه 90% 80% گوشی رو شارژ میکنن. البته توی پرانتز بگم سری آخر گوشی شیائومی یعنی 14T و 14T پرو هم که اومده، مثل اینکه آداپتور هم از توی گوشیشون توی جعبهشون در واقع حذف شده. خب اینم از این، نظرتون رو برام بنویسید. میخوام بدونم که نظرتون در مورد S24 FE چیه با توجه به این مشخصات. ضمن اینکه اگر که تجربه استفاده از S23 FE هم دارید توی کامنت ها برامون بنویسید که دیگران هم ببینن و استفاده بکنن. S24 FE گوشی خیلی خوبیه با توجه به این مشخصات، با توجه به پردازنده و دوربین خوبی که داره و حتی نمایشگر و حتی طراحی، گوشی واقعا قابل قبوله. ولی خب گلای مندی من و خیلی از کاربرا از سامسونگ اینه که چرا ارتقای خاصی نداره نسبت به نسل قبل و مشکل اینجاست. حتما ویدیو رو لایک بکنید و سابسکرایب بکنید اگر تا الان نکردید. این 4 تا ویدیویی هم که اینجا گذاشتم حتما ببینید، حتما فوق العاده است و خیلی کاربردیه. دم همتون گرم، مرسی از توجهتون.